سعی کن که همراه کمره از تپلول نخوری که این قسمت چیه؟ این مایک هست مایک جان کن یه لغمه بگیرم خوبیه یک تعداد مردم ها ببی بچی ایش و نوش و چکر میهن اینجا یک تعداد بیچاره این دختر خیرت است ان شاء الله یک کمک مونده شدین در تپه بالا شدین خیر نو است برای سربازای عزیز ما چی بازیای را در نظر گرفتین حالا سربازا یکتن میکنن یا نه میخوایم که قدم بزنیم در تپه گلغندی شما هم چند تصویر از این منطقه تماشا بکنین واقعا جالب است شمون جان خودتان بیا استاسا سعی کن که همراه کمره از تپه لول نخوری که این قسمت خیلی بلند است بیا مستقیم گلغندی خیلی تپای مقبول داره برای خانواده برای فامیلا که به تفریح بیاد کمی دور است از کابل ولی خیلی جای مقبول دارد چی یک جای مقبول برمان کمره خوب هستین خیر خیر سلامت هستین بخیر هستین از جای مقبول میه؟ تو ازی بهتر میخوامید برو کسو جایز بگیره های لیول نیست مقصد برو گرفتی؟ متاسفانه خب از کجا آمدین شما؟ از اینجا آمدین خب از خود پروان آمدین از خود پروان هستین شکر دیگه شما یک قدم راست نواز و خلاز و مسجد هم تر از اینه ما یک مسیر را از کابل تایکو بالاخره اینجا برست باز وقت هم زایه میشه یک دو دقیقه نمیشه میریم پس بیا با امید پروردگار انشاءالله میمان ما باشه قربان خوش بگذار بر شما کار خدمت فرمایش تشکر خرسان شده بخیر باشین مانده شدی مانده شدی اوه اوه دخترک چی میکنی اینجا؟ سلام چطوره بچیم؟ خوب هستی؟ جان و جور هست؟ چی میکنی بچیم اینجا؟ نان میخوری؟ گب نمیزنی امروی کاکایت؟ یا گب خوب بزه هم این مایک هست مایک این صدا رو ثبت میکنه نان میخوری؟ یه همشیره که ما اینجا مونه نان میخورم از کجا هستی؟ از کجا آمدی؟ از کجا آمدی؟ از کجا آمدی اینجا؟ نامش چیه؟ پورت دوازده چی؟ پورت دوازده کارت دوازده؟ نه پورت دوازده پورت دوازده؟ از این چهار کار هستین؟ تنها آمدی اینجا؟ به اینجا هیچ کس نیست تنها چی میکنی؟ من میرم حالا میری؟ همراه برادرک ها و خارک هایت آمدی یعنی تنها؟ نه تنها تنها آمدی؟ چیز ما فروختی؟ بولونی خب بولونی فروشی میکنی؟ خلاص شد بولونی نه نه چند تا مانده؟ دوتا دوتا مانده؟ دانه چند است؟ درب دانه درب تنها خودت اینجا می کار میکنی کسی قرضت نمیگیره نمیترسی؟ همیشه تپه گلغندی می یا امروز آمدی؟ نه امروز تنها امروز آمدی؟ خب پدرت کار نمیکنه بچیم؟ نه پدرم مرده خب خداوند ببخشیش کی کار میکنه خی؟ خودم تنها خودت جالب است
برادر کلان نداری؟ خودم هست که مادرم که این خب مادر چی کار میکنه؟ مادرم در خونه کار نمیکنه؟ میکنه بلونی پخته میکنه بلونی پخته میکنه؟ ها خب یک چیزه خدا از بچه ما برد بتم دیگه بولن دیگه کایتون باز اینی رست طرف ما بگی بچه برو دیگه تنها نگرد که اینجا که از غرازت نگیره همه میره خانه خانه میری بخیر خب برو بخیر بلونی میخی نوش جان نوش جان بچه برو بلونی هم سودا و کسر دیگه از خب پیسر هم در جیبت که هم تو خرج کن خب بیا که بریم دوستان ها؟ نان؟ آه. از کجا آوردی نانه؟ خیرات دادم خیرات از کجا؟ کی داد؟ دموتر خب دموتر دادم اینجا یک شیش دیگه نان بخوری خب ما میریم تو بدل جمع نان تا بخوام تو بخورم؟ نوش جان کن لغمه بگیرم یک لغمه بگیرم خب بیا یک لغمه بگیرم خب برنج هست؟ خب خوردی خودت خوردی؟ آه من دست خوردم بخو باقی ماندیشم باقی ماندیشم بخو ما میریم به دل جمع نانتا بخو سیست؟ نوش جان بچه جگر آدم واقعا خون میشه یک تعداد مردم ها ببی بچی عیش و نوش و چکر میانیده یک تعداد بیچاره این دختره که ببینه شما شمون تو نشان بده تصویرشه بیچاره تک تنها اینجا شیشته بسیار خورده است شیر ما بلانی فروشی میکنن جیگر آدم خون میشه بیا بریم از رادیو نیز دیگه ها نه برو کشیدن دیگه کشیدن دیگه واه کشیدن سلام خیلی بطاید بیا سلام خوب هستین خیره خیره سلام السلام علیکم خوب هستین ما از چینل یوتیوب شخصی خود هستم یوتیوبر هستم سمیر صدیقی خوب هستین سلامت هستین بخیر هستین چی حال احوال خوب هستین خیرت هستین انشاءالله یک کمک مانده شدین در تپه بالا شدین خیر اینجا پاهن میشین اینجا پاهن میشین اینجا یک پاهن میشین چطور هستی قمانده هستین خوب هستین سلامت هستین بخیر هستین خیلی ممنون چطور آمدین امروز اینجا قمانده سب تشریف میده برکن کماندان سه برما بگوین که چطور آمدین اینجا بله همراهی سربازای عزیز ما تشکر سلامت باشین لطفتان است و این پرسنل را که اینجا شما میبینه پرسنل قماندانی جلب جذب اردوی ملی ولایت پروان است خیلی عالی یک جوانی که بیکار است مکتب خوانده یا مثلا مکتب نخوانده بیکار است خراد خانه و او در جستجوی وظیفه است اینی مردم ها باعث از این میشن که برای جوانا بر هموطنای ما که از پروسه جلب و جذب اردوی ملی اگر بخبر باشن یا میتونن که وارد اطلاع رسانی بکنن اونا را راهنمایی بکنن به خاطر پیوستنشان به اردوی ملی در کناری که شما اینجا وظیفه را انجام میتین روزای تفریح است سال نو است برای سربازای عزیز ما چی بازیای را در نظر گرفتین اینجا است کدام بازیای جالبه که اینا انجام بتن که اینا تفریح بکنن یا نه وظیفه است نه خیر یا فعلا در جریان وظیفه است زندگی یک منصوب نظامی توسط تقسیم اوقات 24 ساعته بر ازو تعیین شده و بر ازو مشخص شده منصوبین قوای مسلح در مجموع خصوصا اردوی ملی در چوکات تقسیم اوقات 24 ساعته مساعی
روزمره و 24 ساعته خود به پیش میبرند. اما فعلا این سربازا و این منصبین که شما ببینین یا در حال انجام اجرای وظیفه هستند. خیلی ممنون، وظیفه مقدس اینا به دوش دارند و همه هموطنان عزیز ما حمایت میکنند از اینا و افتخار میکنند بالا از اینا، به خاطر از اینکه تمام مردم ما امروز اگر در امن زندگی میکنند، یکی بچی حد است سوره خوب اما ما میفهمیم، ولی باز هم جانای شیرینشان را فدا میکنند. خیلی ممنون، سپاسگزار هر یک شما هستیم. خب حال سربازا یکتن میکنند یا نه؟ بله خب اجازه نیست، طبیعتشان نیست، چی رقم؟ فیلند اجرای وظیفه هستن. خوشحال شدیم، خیلی ممنون دیگه، همیشه جور و سلامت باشین، بخیر باشین. یک البوم هست که از اردوی میلی که یک جوان به چی شکل چه قسم علاقمندی به پیوستن پیدا میکنه اینجا بلسان پشتو دری کل از این نوشته است، این تصویر هست که یک جوان چه قسم اینا علاقمند میشن و در اردوی ملی میان به چه شکل شامل میشن و شکل زندگی ملکی ازی قبلا چه قسم بود و شکل زندگی فعلی ازی چه قسم است. قماندان سن میخواستم پرسان کنم که جوان ها خودشان خود مختار میان به خاطر شامل شدن در اردو؟ بله بله، فعلا نظر به قانون اساسی افغانستان خدمت زیر بیرق یا خدمت عسکری کاملا داوطلبانه است. قانون پیشبینی شده که مطابق از شرایط واجدیت داشته باشند به اردوی ملی یا پذیرفته میشن. سه بخش است، سه مسلک است که اج رخصتی و تفریح نداره. یکی اینمی عسکر سرباز، دوم خودمو خبرنگار، سوم دکتر. ما شما تفریح و رخصتی نداریم دیگه. خداوند ببخشه. خیلی ممنون، سلامت باشین، خوشحال شدیم. خوش وقت خوب و خوش باشین. خیلی ممنون، خیلی ممنون. تشکر، سلامت باشین. خوش بگذره. خوش باشین، فلکم بخدا. خوش باشین. خیلی ممنون. قماندان صاحب یک جان تشکر، خوشحال شدیم، بخیر باشین. با اجازه. خدا حافظ. تنها شما قیل کرده؟ کسی نیست جنگ مندازه؟ آی شما دو طرف از دور است؟ دقیقت و خستگی رو تمام شد همینجا رفت میسازن. چی میکنی اینجا؟ چی میکنم؟ تفریح آمده اینجا. کجا؟ از همینجا قریه موسیم، خدا پروان دیگه است؟ آه بله سر خوب دیگه است، تا چی رسیم؟ خب سم سعید اگر لپ و جپه هستیم میله ارغوان هم آه بخیر. مردم از کجا همه اینجا تا؟ مردم ها دیگه از کابل، از کاپیسا، از پنچهر دیگه، از این بعض ولایت های دوردست همینجا من بخاطر تفریگاه گلغندی. چی چیزایی جا پیدا میشه؟ هر چیزی که بخواهی دیگه، تب دلت چوه خوردنی باشد، مثلا دیگه این هست باشه، موتر باشه، چیزایی هست که دیگه چند روز دوام پیدا میکنی اینجا؟ این شاید اگر یک ماه یک نیم ماه دوام پیدا کنم به خاطر که ماه مبارک رمضان نه باز لغو میشه. تشکر، قربان، سلامت باشی. تشکر. نقطه نقطه افغانستان زیبایی خاص خود داره، اما افسوس که امنیت نداره. اگر امنیت می داشت ما به کدام ولایت ها می رفتیم؟ می رفتیم هلمند، می رفتیم نورستان، می رفتیم قندهار، همسال این ولایت هایی که زیبا هستند. اما ولسوالی ها و ولایت هایی که نزدیک به کابل است امن است، اونجا می تونیم بریم. خب امیدوار هستم که خوش گذشته باشه. وقت خوب و خوش داشته باشین. خدا نگهدار ما شما باشه.